ترور دو عالم شیعه و هزاره و اشاره علمای ولایت هرات شهروندان کشور این ترورها را ادامه سریال نسل کوشی هزاره ها سلام بر شما وقت به خیر امروز 23 نوامبر سال 2023 ملادی و برابر با دوم قوس سال 1402 هجری شمسی است. در ادامه ترورهای هدفمند هزاره و شیعیان در افغانستان این بار دو عالم دینی و از اعضای شورای علمای شیعه در جبرایل هرات به شهادت رسیدند. این رویداد امروز ساعت دوازده ظهر به وقت محلی در جبله هرات و بین کوچه توحید یک به اتفاق چهار رخ داده است برنامه میگن که این دو عالم دینی به اسم رجب اخلاقی و خادم حسین هدایتی بودند و تازه از یک برنامه در مسجد سید بیرون شده بودند که در پیاده و توسط یک موتورسایکل سوار مورد حمله قرار گرفته و هر دو شهید شدند این دو عالم دینی در اصل باشنده ولسوالی لالو سر جنگل ولایت غور هستند ولی سال هاست که در هرات ساکن بودن. تا به حال مشخص نشده است که این دو عالم دینی به چه انگیزه و توسط چه کسانی به شهادت رسیدند. مسئولان امنیتی طالبان در هرات تا اکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. منابع مردمی اما میگویند که بعد از وقوع این رویداد نیروهای طالبان به ساحه رسیده و از گرفتن فیلم و عکس توسط مردم و شهروندان کشور جلوگیری کرده است. در ساعات گذشته واکنش های گسترده شهروندان کشور را نیز به این موضوع شاهد بودیم شهروندان کشور به این ترورها واکنش نشان داده و مشخصا هزارها آن را ادامه نسل کشی هزارها می دانند شمار سیاسی هزار نیز به این مسئله واکنش نشان داده و گروه طالبان را به بی‌پروایی در قبال تامین امنیت مردم هزاره متهم کردند آنان با اشاره به ترورهای سه تن از هزارها در دایکندی و غزنی در روزهای گذشته و قتل هدفمند ده ها نفر از جوانان و مردم هزاره در هفته های گذشته در ولایت های گناگون از نهادهای های حقوق بشری خواستند که با دادهای بزرگتر برای محافظت از هزاره ها برای آنان لابگری کنند. قابل ذکر است که در ماه میزان سال روان نیز یک عالم دینی به اهل تشیع در ولایت هرات به قتل رسیده بود. شیخ اد محمد اعتمادی در ولسوال انجیل به شهادت رسیده بود. این دو دنی دینی در جبرائیل هرات در حال به شهادت رسیده است که در دو سال گذشته با وجود که طالبان داد از تأمین امنیت میزند اما مردم افغانستان به مشخصا هزارها به صورت سیستماتیک مورد حملات قرار گرفته و حتی شاهدی بمگذاره ها در محافل مردم اهل تشیع بودیم گروه طالبان ما در دو سال گذشته هرگز عاملان این رویدادها و ها را بازداشت نکردند و همواره ادعا کرده است که در پی پیدا کردن نفرات و انتقام گرفتن هستند این سخنان ما تنها در بین مردم و به خاطر کنترل احساسات ظاهرا صورت گرفته است و هیچ اقدام برای شناسایی و مجازات عاملان این رویدادها صورت نگرفته است